پیر بکران شهر کوچکی است در مرکز ایران. مقدس‌ترین عبادتگاه یهودیان ایران در این شهر است. پروفسور هرتزفلد، باستانشناس نامی آلمانی، در سال 1923 در یادداشت‌های خود در کتابش به نام تاریخ باستانشناسی ایران می‌گوید در منطقه فلاورجان اصفهان اثر دیگری از ملکه سوسن، همسر یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی یافتم که به اسم تازه و متداول آن پیر بکران خوانده می شود که مقبره یک نفر صوفی مسلمان به نام محمد بکران در آن قرار دارد. اما علت وجود این مکان که به سارا خاتون معروف است از باوری نزد یهودیان ریشه می‌گیرد. سارا، استر یا ستاره نامی مقدس است. سارا بت آشر نوه حضرت یعقوب است، کسی که برای نخستین بار خبر زنده بودن حضرت یوسف را که در کتاب مقدس آمده به پدرش یعقوب می‌دهد و یعقوب نیز به پاس این خبر خوش او را به داشتن عمر جاودان دعا می‌کند. من یه نفر به اسم یعقوب، تمام عالم هم منو میشناسن، اصفهان و بازار و امریکا و تهران و همه، یه یعقوبه با همه میشناسن. چند سال و سال هم از اینجا دستمونه میگردیم و داریم. اینجا نبه حضرت یعقوبه گذر کرده، در حیات هم هست. اینجا هم زیارتگاه مسلمان هم نرداش نمیارن، پیاش میفردن، نرده هم دارن بهش میرسن. تمام جشن‌ها و سوگواری‌های باستان ریشه در باور به نیروهای طبیعت داشتند. باور به مرگ زمین در پاییز و در ابتدای فصل برداشت محصول دلیل شکل‌گیری سوگ‌آیین‌هایی می‌شد که در بهار و فصل رویش زمین به جشن‌های آغاز فصل کشاورزی می‌انجامید. تداوم این باورها نزد ادیان، اقوام و ملت‌ها را امروز می‌شود به صورت آیین‌های سالیانه و در قالب جشن‌های سال نو دید. گریستن یک رمز است. اشک ریختن تمثیل بارش و باروری بود. باور به مرگ مجازی زمین در فصل پاییز و رستاخیز آن در فصل بهار. من قربانی مرادی هستم که متولی اینجا هستم. در روزای پنجشنبه مسلمان میان و روزای جمعه کلی میان. اینجای زیارتگاه است به نام سارا خاتون. مسلمانان در میان پیامبران بنی اسرائیل به حضرت یعقوب ارادت خاصی دارند. روایت همسان دو مذهب از قصه های پیامبران باورهای مشترکی را سبب شد که در این مکان به صورت مجموعی تلفیق شده از مناسک دو دین فضای مشترک برای پیروان آن به وجود آمد. مردمی که از مناطق دور و نزدیک به اینجا می آیند در حاشیه مراسم اصلی به ادای نذر و طلب حاجت خود می پردازند. بنا به سنتی در دین یهود هر کس حادثه‌ای سخت را پشت سر گذاشته باشد به شکرانه به دست آوردن سلامت وی به طول قامت او برای شمع نذر می‌کند. این زن برای پسرش که از تصادف رانندگی جان سالم به در برده شمع نذر کرده و فرزند مسیری را که به چله خانه معروف است مرحله به مرحله طی می‌کند. این در سنگی چله خانه است و بر روی آن اشعار داوود نبی که در ستایش پروردگار به خط عبری سروده شده است دیده می شود. پیش من رفتی دیگه یه نهار و چایی هم خونه من نخوردی رفتی.
قرن هاست مسلمانان و یهودیان در همین مکان و حتی در یک زمان به نیایش و دعا مشغول می شود. خدا کم دشمنه نکن، کم دشمنه های عرضه نکن، آقابت بخیر. این که میگین شما نایمده چه شبیه ایت مولدش هم میگیلی چرا غونی میکنی؟ اینجا جای اصل شد، ببین پاشم هست، اینم سنگ مال اونه. در کف صحنه این محل تخت سنگی است که اثر جای پایی در آن پیداست و اعتقاد بر این است که حضرت الیاس پیامبر از این نقطه به آسمان عروج کرده. طبق روایتی در ابتدا قرار بوده این سنگ به جای سنگ مقدسی که امروز در معبد اورشلیم است قرار داده شود. محمد بکران مانع از جابجا شدن سنگ می شود و با نصب آن بر دیوار و ساختن یک محراب زیبای گچبری شده که بیمانندیان تنها با زیبایی محراب سلجوقی مسجد جامع اصفهان قابل قیاس است، به تکمیل ساختمان زیارتگاهی اقدام می کند که پیروان دو دین یهود و اسلام به آن باور دارد. در هر سوی این بقعه نوشته هایی از آیات کتاب آسمانی به خط عبری و عربی دیده می شود، از مکاشفات داوود نبی تا آیت الکرسی مسلمانان. پیر در محل کنونی که به سفره سید موشه شهرت دارد ایام گذرانی می کرده و مجلس درس او با حلقه شاگردانش در همین مکان برگزار می شده که بعدها مقبره او شد و امروز بسیاری به زیارتش می دهند. این مکان رفته رفته برای مسلمانان نیز معنای مقدس و احترام آمیز می‌یابد و با افزودن فضاهایی که ملهم از معماری اسلامی است، مجموعه به صورت یک مکان برای دو مذهب در می‌آید. درخت سرمه را کردم اداره، درخت سرمه را بشکن طلا کن، دو دست بر دامن خورشید و ما کن، اگر خورشید و ما پیدا نباشه دو دست بر دامن پروردگار کن. این مرد یهودی برای تازه عروس و داماد مسلمان آوازی شاد می‌خواند و برای آنها طلب نیکبختی در زندگیشان می‌کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به حرمت بسم الله الرحمن الرحیم. قال انی ذاهب الى رب یهود. فبشرناه باسحاق نبیا ونزلنا به الله. صدق الله العلی العظیم. سلامتی باشید، عمر طولانی باشید، مرگ بی وقت برای هیچ ملتی نباشید. ما امید و نویدمون خدای یکتا بیانتاز که خداییست که شریک و رفیق نداره. امید و نویدمون اون خداست که انشالله رحم خدایی بیاد برای همه کاید. ما انشالله همه تمام ملت کلیمی و مسلمان و همه انتظاریم که امام زمان میاد. ما میگوییم مشیح میاد. امام زمان که میاد، مشیح که میاد، تمام مردا زنده میشن، تهایا میادن. میگه امید باره تو گم وقت تهایا به هفته موشه با ارون یا آرام. برای موهد چی لازمه؟ کدو میخواهیم؟ خورما میخواهیم؟ هر تابستان به هنگام عید سال نو، روششانا
کلمیان ایرانی از سراسر جهان به این مکان می آیند و شهر پیر بکران به یک اورشلیم کوچک شباهت پیدا می کند. زائرانی که به این مکان می آیند برای ایام گذرانی برنامه های منظمی دارند. خرید های روزانه، گردش در اطراف زیارتگاه، مراسم نذر و قربانی کردن گوسفند و تهیه مقدمات جشن سال نو. قربانی کردن در دین یهود از اولین شعائر است. بهرام سرشار هستم، از لس آنجلس میام و قبلا هر سال میومدیم این موقع زیارت سرماتون و امسال هم اومدیم و نذر داشتیم که یه گوسفندی کشتیم. و یهودم من به اینجا از یهود است، زمان پیش از این تحمیل بود است، زیارتگاه اگر نیکست، اگر بد زیارتگاه معروف. بر کف خالی این محل به همان گونه که این پیرمرد روایت می کند روزگاری سفره چیده شده از سنگ تراش خورده به صورت مجسمه خوراکی ها و اسباب سفره مقدس سال تحویل یهودیان قرار داشته که گویا در سالیان اخیر به سرقت رفته است. در میان عوام این مجموعه زیبای سنگی به سفره سید موشه شهرت دارد. یه بود به بود پنج تا به چهار تا یکی از کردش. یه پشت یه کاسه بود توش ماست. در من سه تا تو همه تو اینجا بود. یه پنج تا شش تا چهار تا نمونه این نوسره یه قدیم. با سنگ هم با سنگ نه. چطفیده به اینجا. این پشت خوابان تمام به اینجا چطفیده بود. یه تکه بوده بود. با این سنگی اینجا بوده اینا رو درست کردن تمام شد تو اینجا نگه بدارن تو اینجا سنگی رو کنده بودن اینا وقت اینا این تو بود و من یاد چشم خودم به نظرم دو دردار باباتونم به حالی گفتن جاید با اون ما میومدیم با این با ایشون میومدیم اینجا اینا رو ما الان انگار سینیه و بند به ساد الان در نظرم. شب سال نو سفره خوراکی های نهگانه با حضور فامیل و خواندن دعا و شکرانه پهن می شود. نوشیدن و خوردنی که در حکم تبرک است. هر مائده نشانه و نمادی است از آرزوها و دلخواسته های قوم یهود. شباهت فوق العاده این رسم با مراسم سفره هفت سین ایرانیان به هنگام آغاز سال نو به ریشه های مشترک و وامداری ادیان و آیین ها از یکدیگر می رسد. برشید هشارا بعد احرید هشارا فروخ ازا ادالای الهین و مل خاولام گوره بری هایست خداوند خالق ما و خالق اجداد ما انشاءالله از درگاهت مقرر گردد سال نیکو و شیرین تجدید فرمایی برای ما از ابتدای سال تا آخر سال قوره بری و ادما ازا ادنای الهه نومن خالا شرک و نیامی بارو مطلب بینو خداوند خالق ما و خالق اجداد ما انشاءالله درگاهت مقرر گردن سعادت و موفقیت های ما افزایش یابند بن ابراهام آمین و آلا و شالوم. نه مائده مقدس و هر کدام تمثیل چیزی، کام شیرین، سال پربرکت، طول عمر و فرزندان پرشمار، سروری و سرور در آغاز سال نو. سرره، نفشی، کیانی، عبدخا، خشبیا. مثل دانه های علال مملو از پردانه میزبا باشید. خداوند خالق ما، خالق اجداد ما، انشاءالله از درگاه مقرر گردد، سعادت و موفقیت های ما افزایش یابد تا همواره مشغول اعمال نیک باشیم. آمین.
اینجا کنیسه حضرت یعقوب است که در قرن ششم میلادی به دستور سوسندخت همسر یزدگرد سوم ساخته شد. مقدمات مراسمی که به ندبه سارا معروف است در طول روز برقرار می‌شود. این تورات نفیس که توسط مردان دست به دست تا محل کنیسه هم می‌شود، نسخه منحصر به فردی است که بر روی پوست آهو نوشته شده و در طول سال فقط یک بار از محل مخفی نگهداری آن بیرون آورده می‌شود تا برای نیایش در معرض دید عموم قرار گیرد.